سلام به کانال لذت داستان خوش آمدید شب ششم از افسانه های هزار و یک شب حکایت ملک سندباد و اما ای ملک جوانبخت امیر یونان به روایت پیشینیان و نقل اقوال قدما و روایت راویان برای وزیر حسود خود که از لعامت سردسته دونان بود چنین حکایت کرد که امیری از عمرای سرزمین پارس که سندباد نام داشت عاشق و شیفته شکار بود و ایام تفریح و تفرج را در شکارگاه های مختلف سرزمین پارس سپری می کرد و به سید و شکار می پرداخت. سنباد در کار نخجیر و شکار حیوانات شکار با شاهین را بسیار دوست داشت از این رو شاهین بی نظیر و یگانه و دست پرورده برای خود داشت که نظیرش را در جهان آن روز کس نداشت. سند باد این شاهین دست را هیچگاه از خود دور نمی کرد و از شدت علاقش دستور داده بود پیاله زرین مرسعی بسازند و آن را برای آب خوردن به گردن شاهین بیاویزند تا هرگاه شاهین تشنه بود در آن پیاله زرین و مرصع آب بیاش آمد. روزی از روزها که امیر سندباد به اتفاق ملازمان برای شکار از شهر بیرون آمد رو به جانب دشتی نهاد که جایگاه قزالان بود. روش شکار سندباد در دشت و مرغزار آن بود که شکارچیان انبوهی که همراهش می آمدند دایره وار حلقه محاصره را تنگ و تنگ تر می کردند تا بالاخره شکارها در آن حلقه به دام می افتادند و یا اسیر تیر سنباد می شدند و گرفتار پنجه شاهین. آن روز در حلقه محاصره شکارچیان فقط یک قزال گرفتار آمده بود که از زیبایی بی نزیر و از تیز بی بدیل و در جهیدن و پریدن گوی سبقت را از مرغان هوا رو بوده بود. سند باد شکارچی قزال شناس چون چشمش به قزال در تکاپو افتاد فریاد زد اگر قزال حلقه محاصره را بشکند و بگری زد هر کس که قزال از پیش روی او فرار کند سر از پیکرش جدا خواهد شد. از غذای روزگار برای آن که سر بیگناهی از تن جدا نشود قزال که حلقه محاصره را هر لحظه تنگتر می دید، در یک چشم برهم زدن جستی زد و از بالای سر ملک سنباد پرید و گریخت. سنباد براشفت و خود با شاهینش سر در پی قزال گریزان نهاد. شاهین را به هوا پرواز داد و آن مرغ شکاری قوی پنجه به سوی قزال پرکشید. بالای سر آن جانور بیچاره رسید بر کلش نشست و چشمانش را از حدقه بیرون کشید سند باز رسید و بیدرنگ سر غزال را برید سنباد خسته و تشنه دنبال نهر آب و چشمه ای می میگشت و یا سایبانی که لختی زیر آن سایه بیاساید که در آن میان درختی را دید به زیر سایه که درخت رفت و نشست که متوجه شد از لای برگ های درخت قطر قطر آبی می چکد. سندباد جام زردین را از گردن شاهین باز کرد و به زیر آن قطرات گرفت. چون جام تا نیمه پر شد قصد نوشیدن گرد که شاهین با بال به دست امیر زد و جام از دست وی افتاد. سندباد آن کار را چند بار تکرار کرد و چون هر بار خواست از آن قطرات بیاشامد، شاهین باز کار خود را تکرار کرد. سندباد خشمگین و عصبانی بر سر شاهین فریاد کشید که دیوانه نه خود میخوری و نه اجازه میدهی من بیاشامم و نه اسبم. پس سزای جسارت خود را ببین که تیغ از نیام برکشید و پرهای پرقدرت شاهین را برید. شاهین با بال خونین خود و با زحمت و رنج بسیار توجه سندباد را به بالای سرش و لابلای درختان جلب کرد که آن قطرات آب نبود بلکه قطرات زهری بود که از دهانی ماری سه دو یک توجه سنباد را به بالای سرش و لابلای درختان جلب کرد که آن قطرات آب نبود بلکه قطرات زهری بود که از دهان ماری بزرگ و افعی که بالای درخت چند زده بود می چکید. و آنجا بود که سندباد پی به هوش و فداکاری شاهین دستاموز خود برد اما چه فایده که شاهین پر از حال رفته بود. سندباد افسرده و نالان با دیده ای پر از اشک و گریان به جمع ملازمان پیوست و در گوشه ای نشست و همچنان بر تصمیم ناگهانی خود پشیمان و متاسف بود که ناگهان شاهین فریادی کشید و در دم جان بداد. آن فریاد شاهین گویی همان ناله ای بود که از حلقوم قزال آن لحظه که شاهین چشمانش را از حدقه در میآورد به در آمده بود. سنباد مانده بود که آن ناله از حلقوم شاهین در آمده یا از همان غزال سربریده که دوباره می شنود. باری سندباد غرق دریای ندامت و پشیمانی سرگردان در وادی سرگشتگی و حیرانی بدون آن که با کسی حرفی بزند سر در گریبان به قصر خیش رفت. مدتها در سرال را به روی خود بست و با هیچ کس هم کلام نشد. اما ای ملک جوانبخت چون قصه بدین جا رسید ملک یونان رو به وزیر لعیم و حسود خود که قصد جان حکیم رویان را کرده بود نمود و گفت حال تو می خواهی مرا وادار کنی که خون حکیم فرزانهی که رنگ نکبت را از چهره من پاک کرد بر زمین بریزم و تا پایان عمر ندامت و خفت برای خود بخرم محال است که دل به حرفهای موزیانه تو بدهم که هم تو را از دیرباز خوب میشناسم و هم پاکدلی حکیم رویان را در همین زمان اندک خوب شناختم اگر تو را در بارگاه خود همچنان نگاه میدارم به خاطر آن است که در سراسر خطه رویان کسی مثل تو نمیتواند حساب دیوانی مرا نگاه دارد و امور جاریه را ردخ و فرد کند خلاصه اینکه دست از دستیسه بردار و مرا وسوسه نکن که من هرگز به خواست و نظر تو نه سر کسی را به بالای دار میبرم و نه دست کسی را از دنیا کوتاه میکنم اما آن وزیر لعیم بعد از شنیدن داستان سنباد و امر ملکیونان که دستور به ترک او از آن مکان داده بود باز ایستاد و پافشاری کرد و گفت ای امیر آنچه میگویم فقط از سر مسلحت هست و الا کار حکیم رویان پزشکی و درمان است و حرفه من امور دیوانی زین هار اگر نصیحت نپذیری و پند من خیرخواه را آویزه گوش خود قرار ندهی هلاک شوی هر کس نصیحت بپذیرد رستگار است و هر کس پند مشفق را نپذیرد در چنگال مرگ گرفتار ای ملک یونان مگر حکایت وزیر و پسر پادشاه را نمی‌دانی سلطان مشتاق شنیدن قصه پادشاه و پسرش شد داستان وزیر و پسر پادشاه وزیر کینتوز گفت راویان اخبار و ناقلان اقوال از قول قدما چنین آوردند که ملکی از ملوک پارس پسری داشت به قایت زیبا و نیکو منظر به نام شایان وی علاقه بسیار به شکار داشت و گهگاه حوث نخجیر می کرد. اما پدر او را تنها به شکار نمی فرستاد و همیشه خود به همراه پسر یکی یک دانش به شکار می رفت. اما در ایامی کار ملک و مملکت چنان آشفته شد و امور به هم گره خورد که پادشاه یک ماه فرصت برای رفتن به شکار نداشت و پسر هر روز به جان پدر نق میزد تا بالاخره از پدر اجازه گرفت که تنها به شکار برود. پادشاه که مملکتش هم مرز با وادی افریتان بود ابتدا اجازه نداد تا اینکه در برابر اصرار پسر تسلیم شد به شرط آنکه وزیر با تدبیرش نیز همراه پسر باشد. صبح روز شکار به فرزند گفت به تو توصیه می کنم خلاف نظر وزیر کاری نکنی و جایی نروی. روز اول هرچه گشتن شکاری نیافتند و روز دوم بود که چشمان پسر پادشاه به قزالی بی نهایت زیبا افتاد که خیره پسر پادشاه را مینگریست. پسر قزال را به وزیر نشان داد و گفت که قصد شکار آن را دارد. وزیر چون از دور قزال را نگاه کرد بد به دلش آمد و پسر را از دنبال کردن قزال نه کرد. پسر اصرار می نمود و وزیر هم در مخالفتش ابرام. بالاخره پسر پادشاه بی توجه به مخالفت وزیر سر در پی قزال گذاشت که وزیر با صدای بلند گفت ای شاهزاده حرف نشنو اگر در مخمسه افتادی و در محلکه گرفتار آمدی خواندن دعای مخصوص هر شب را فراموش نکن. پسر پادشاه آن فریاد دلسوزانه وزیر را شنید و به خاطر سپرد. با حرکت اسب پسر پادشاه قزال هم پا به فرار گذاشت و در دشتی صاف قزال به جلو میدوید و پسر پادشاه سوار بر اسب به تاخت به دنبالش که ناگهان قزال از نظر محو شد گویی که آب شد و به زمین فرو رفت پسر پادشاه حیرت زده از گم شدن ناگهانی قزال همچنان در آن دشت هموار به جلو میرفت که ناگهان در چند صد متری خود دختری را دید به قایت زیبا و بی انداز فریبا که در میان دشت نشسته بود و اشک میریخ. پسر پادشاه چون به کنار آن دختر زیبا رو رسید اسب را نگاه داشت و پرسید ای دختر زیبا کیستی اینجا چه می کنی و گریت بهر چیست؟ دختر گریان گفت ای امیرزاده من دختر ملک هندوان هستم که همراه پدر و ملازمان پدر به شکار آمده بودم که غزالی دیدم و سر در پی او گذاشتم ولی آن غزال ناگهان محو شد و من چون حیرت زده به عقب برگشتم از پدر و ملازمان او هیچ اثری ندیدم و حال در این دشت بی و دور افتاده گم شدم ممکن است لطفی کنی و مرا سوار بر اسب خود کرده و پدرم برسانی که اسبم با سرعت و بدون من به طرفی که پدرم و ملازمان او بودند پر کشید و رفت اگر تو ای شاهزاده عزیز از راه نرسیده بودی من از شدت قصه و تنهایی در این دشت بیکران میمردم. پسر پادشاه دخترک زیبا روگ را بر ترک اسب خود نشان و به تاخ جانب شرق رفت تا پدر دختر و ملک هندوان را بیابد و دختر را به آنها سپارد. قدری که رفتند به کنار نهر آبی رسیدند و دخترک گفت ای ملک زاده من بسیار تشنه هستم. لحظه توقف کن تا من از اسب پیاده شوم و جرعه آب بنوشم. پسر پادشاه اسب را به توقف داشت و دخترک به کنار نهر آب رفت. و دو مشت از آن آب را به صورت خود پاشید که ناگهان به قولی بیشا خودم مبدل شد که صدای قهقهه گوش خراشش تا آسمان رفت با فریاد گفت فرزندان عزیزم بیایید که نهار امروز شما را آوردم و بلا فاصله سه بچه قول حاضر شدند که برای دریدن و خوردن پسر پادشاه دندانهای کریه خود را به او نشان دادند. ترس سرابهای پسر پادشاه را فرا گرفته بود و مثل بید می لرزید که ناگهان یاد حرف وزیر پدرش افتاد که فریاد کنان به او گفته بود اگر در محلکه گرفتار آمدی خواندن دعای مخصوص هر شب را فراموش نکن و پسر پادشاه در حالی که با مرگ چند قدمی بیشتر فاصله نداشت و سه بچه قول گرسنه به طرف او می آمدن تا تکه پارش کنند با صدای بلند دعای مخصوص هر شب را خواند و هر بار که آن دعا را می خاند به طرف بچه قولها فوت می کرد. با خواندن و فوت کردن اول بچه قول ایستادند. با خواندن و فوت کردن دوم از حرکت وا و با خواندن و فوت کردن سوم و چهارم لاغر و لاغرتر و ریز و ریزتر شدند تا اینکه در پایان دعای دهم نه از قول بزرگ خبری بود و نه از سه بچه قول. شاهزاده نفسی به راحتی کشید و سپس بر روی اسب خود پرید و به سوی مغرب و جانب مملکت پدری خود تاختن گرفت که در میانه راه وزیر پدرش را دید که با همراهان نگران ایستاده بودند. وزیر چون پسر را سالم دید دست دعا با آسمان بلند کرد و گفت خدایا تو را صد هزار مرتبه شکر می گویم که پسر ولی نعمت مرا سالم بازگرداندی و سپس به پسر پادشاه گفت تفاوت من و تو این بود که تو آن شبه را از دور غزال می دیدی و من قول شکر خدا که با هوشیاری برگشتی و در این موقع وزیر به ملک یونان گفت اکنون شما این مرد حکیم را به شکل آن غزال می بینید اما من خوب میدانم که او قولی است که قصد جان شما را کرده است و چون وزیر لعیم ملک یونان قصه وزیر و پسر پادشاه را با آن آب و تاب تعریف کرد از سکوت و به فکر فرو رفتن ملک حس کرد که تیرش دارد به هدف اصابت می کند. پس منتظر مان تا بشنود ملک چه نظری می دهد و چه سخنی می گوید. که ملک یونان گفت ای وزیر داستان از شیرین و پنداموز بود و مرا به فکر واداشت. اما بیمان دارم که اگر حرف تو را بپذیرم بر من نیز همان دود که بر آن مرد بازرگان رفت که به اعتبار سخن توتی همسر عفیف و با وفای خود را بکشت و عمری را به ندامت نشست. اکنون من نصایح تو را پذیرفتم اما دوست دارم تو هم قصه آن مرد بازرگان را از زبان من بشنوی. احقر که نام وزیر لعیم ملک یونان بود پاسخ داد چه سعادتی بالاتر از این که امیر بزرگ با قصه بگوید و وزیر بی مقدار شنونده آن باشد لطفا داستان را آغاز کنید که به گوش جان کلمه به کلمه آن را می شنوم. حکایت مرد بازرگان، غلام و توتی ملک یونان اینگونه کلام خود را آغاز نمود که حکایت کردند بازرگانی بود ثروتمند و جهان دیده و سرد و گرم روزگار چشیده که سفرهایی بسیار کرده بود و زشت و زیبای دوران را بسیار دیده بود مرد بازرگان از تمام دارایی و ثروت و خیشان و فرزندان بیشتر از همه به همسرش حبیبه و یک توفی سخنگو که در خانه داشت علاقمند بود تا اینکه روزی از روزها ناگزیر به سفر شد مرد بازرگان در سفرهای قبلی که برای کارهای تجاری میرفت و خانه و خانمان خود را ترک می نمود، توتی سخنگو را به همسرش حبیبه می تا از آن خوب مراقبت کند و باز چون ناگزیر شد که به همراه تنی چند از بازرگانان به کشتی بنشیند و راه سفر در پیش گیرد، باز هم توتی را به همسرش سپرد و خانه را ترک کرد. همسر مرد بازرگان یعنی حبیبه در تنهایی با توتی بیشتر معنوس شد و تلاش میکرد در قیاب شوهر خود را با آن توتی شکر شکن سرگرم کند و غم تنهایی را از دل بزداید. از قضا مرد بازرگان غلامی داشت که آن غلام در نهان دلباخته حبیبه شده بود ولی از ترسش درباره ماجرای این دلباختگی با هیچ کس سخن نمی گفت. الا اینکه وقتی برای نظافت خانه می آمد. و حبیبه هم برای آن که با مرد نامحرم در خانه تنها نباشد به نزد مادرش می رفت. قلام هنگام نظافت اتاق و خانه زیر لب زمزمه کنان می خاند حبیبه حبیبه دوستت دارم خیلی زیاد. عشقی چونین به ما یاد هیچ کس میاد. چند ماهی گذشت و در آن چند ماه هر پانزده روز یک بار غلام برای نظافت اندرون می آمد و همسر بازرگان هم به خانه مادرش میرفت و غلام نیز با صدای بلند آن عبارت را زمزمه می کرد تا اینکه مرد بازرگان از سفر برگشت. شبی در خلوت خود با همسرش نشسته بود و از ماجرای سفرش می گفت که ناگهان توتی لب به سخن گشود و با همان آوای غلام خواند حبیبه حبیبه دوستت دارم خیلی زیاد عشقی چونین به یاد هیچ کس نیاد مرد بازرگان با شنیدن صدای توتی به همسر خود بدگمان شد و به غلط و ناروا او را در ذهن خود متهم به خیانت کرد و عجولانه و از سر خشم خنجر از نیام کشید و بیدرنگ سینه پاک همسرش را درید بازرگان بعد از دریدن سینه همسرش به تصور خیانت واهی و ندیده قفس توتی را برداشت و در بیرونی خانه غلام را خبر کرد و او را که محرم خیش میشه مرد با خود همراه کرد و راه بیابان در پیش گرفت پس از پیمودن راهی دراز نزدیک نیم روز فردای آن شب مد بازرگان و غلام درخت و جوی آبی را یافتند. مرد بازرگان اراده کرد که دمی زیر سایه درخت بنشیند و لختی بیاساید. که چون مرد بازرگان قفس توتی را بر زمین گذاشت، توتی که کشته شدن حبیبه را با خنجر مرد بازرگان به چشم خود دیده بود و از شب قبل تا آن موقع ساکت مانده بود، دوباره به سخن آمد و با لحن آوازگونه خود همان شعر را خواند. مرد بازرگان با شنیدن دوباره آن عبارت از زبان توتی سخنگو سر را از خجالت میان دو دست گرفت و های های بنای گریستن را نهاد. غلام با شنیدن آن عبارات که تکرار زمزمه های عاشقانه خیش در لب به سخن گشود و صاحب و مولای خود را شماتت کرد که چرا اجولانه دست به چنان کار وحشتناکی زده است و لابه کنان بر دست و پای مرد بازرگان افتاد و گفت ای صاحب باید می آمدید و مرا می کشتید. الان هم تیغ از نیام برکشید و مرا بکشید که خاتون شما از برگ گل پاکتر بود و من ابله در عالم خیار دل به مهر خاتون داده بودم. هنگام نظافت اندرون خانه شما آن هنگام که خانه خالی و خاتون در خانه مادر خود بود این عبارات عاشقانه را زمزمه می کردم که وای بر من ای صاحب لطفا خنجر از نیام برکشید و سر مرا از تن جدا کنید که کاش زبانم بیخ حلقم می چسبید و خاتون این چونین در آتش حسد شما نمی سوخت. بازرگان بعد از شنیدن سخنان قلام سراسیما آشفت حال قفس توتی نهاد و غلام را به حال خود گذاشت و راه بیابان در پیش گرفت تا اینکه از شدت اندوه دیوانه شد و تا آخر عمر در بیقوله ها با مرگ تدریجی زندگی کرد و اما ملک یونان بعد از آنکه داستان مرد بازرگان و غلام و توتی سخنگو را به پایان رسانید رو به وزیر خود کرد و گفت ای وزیر حال من نیز بیم آن دارم که با کشتن حکیم رویان دوچار همان خطایی شوم که مرد بازرگان مرتکب شد. می ترسم تا پایان عمر از درد ندامت بسوزم و کارم به دیوانگی و آوارگی دشت و بیابان بکشد. باز هم وزیر نابکار چاپلوسان زبان گشود و گفت ای ملک من هم می ترسم. آری آره می ترسم که در آخرین مرد حکیم نما با جادو تو را بکشد و سرزمین رویان ما بی امیر بماند. مگر از خاطراتان رفته که او چگونه توانست با جادو بیماری پوستی شما را که سالها گرفتار آن بودید یک شبه برطرف کند؟ سرانجام تلقین ها و اصرارها و تأکیدهای وزیر احقرنام در ملک یونان موثر افتاد و ملک از ترس هلاک شدن به دست حکیم رویان قصد جان او را کرد. صبح روز بعد حکیم رویان را به قصد فراخواند و چون حکیم به قصر آمد ملک از او پرسید آیا میدانی برای چه تو را قبل از رسیدن روز درس و گفتگو به اینجا فرا حکیم جواب داد خیر که از اسرار دل افراد فقط خداوند کریم با خبر است. ملک یونان ادامه داد تو را به اینجا خواستم تا دستور دهم که جلاد سر از پیکرت جدا کند حکیم رویان وقتی آن پاسخ را شنید خدمتهای گذشته خود را یادآور شد و پرسید آیا پاداش نکویی این است امیر یونان پاسخ داد من ناگزیرم تو را بکشم زیرا اگر من این اقدام را نکنم تو مرا خواهی کشت حکیم رویان گفت ممکن است از امیر بپرسم که گناه من چیست و چه خطایی از من سر زده؟ ملک یونان پاسخ داد من گمان می کنم تو جاسوس هستی و دشمنان من تو را به دربار فرستادند و زمنان با خبر شدم که با سه هزار سکه زری که به تو بخشیدم ارازل و اوباش را عجیر کرده ای که هر زمان صلاح دانستی به فرمانت بر من بشورند. به این جهت است که تصمیم به قتل تو گرفتم. حکیم رویان دانست که وزیر لعیم بد سیرت کار خود را کرده است و محال است که او با گریه و زاری و دلیل و برهان به تواند ملک یونان دهنبین را از تصمیم خود منصرف کند. لذا به ترفند و تدبیر پرداخت و گفت حال که چاره جز تسلیم در برابر تصمیم امیر ندارم اجازه بدهید به خانه خود بروم تا هم وسیعت نامم را تنظیم کنم و هم کتابی بس ارزشمند در خانه دارم که آن را برای امیر بر مقام بیاورم. ملک یونان چون آن سخن بشنید پرسید آن کتاب چیست و چه ویژگی هایی دارد که حکیم رویان در پاسخ گفت ویژگی آن کتاب این است که وقتی سر از پیکر من جدا شد هرگاه شما آن سر بریده را در پیش روی خود بگذارید و چند سطری از آن کتاب را بخوانی سر بریده من به زبان می آید و به تمام سوالات شما پاسخ خواهد داد. مگر شما نمی خواهید هر وقت با مشکلی روبرو شدید و سوالی داشتید پاسخ مناسب را بشنوید. ملک یونان شگفت زده از شنیدن آن مطلب به حکیم رویان اجازه داد به همراه دو معمور به خانه خود رود نامش را بنویسد به آن کتاب ارزشمند را هم به قصر بیاورد. حکیم به خانه رفت و دو روز در را به روی خود بست و سرگرم کار شد و سپس همراه آن دو معمور مراقب به قصر ملکیونان برگشت و کتاب را با کیسه ای پر از دارو به امیر داد و گفت ای ملک پس از مرگم سرم را با این دارو آمیخته کن و بعد که کاسه سرم از اثر این دارو خشکید و بوی فاسد شدهش برطرف شد آن را در یک سینی پیش روی خود بگذار و چند سطری از کتاب را بخوان و هر سوالی که داشتی بپرس تا پاسخ آن را بشنوی امیر با حیرت گفت اول کتاب را بده تا آن را بگشایم و تا تو زنده هستی چند سطری از مطالب آن را بخوانم. امیر کتاب را از دست حکیم گرفت و چون آن را گشود دید که برگ اولان سپید است. پرسید پس چرا این صفحه نوشته ندارد؟ حکیم گفت مخصوصا در چند صفحه اول کتاب مطلب نوشته نشده زیرا که صفحات اول و دوم و جلد کتاب ممکن است در اصل گذشته زمان صدمه ببیند. از صفحه های سوم و چهار مطالب آمده است شاید هم صفحه پنجم. پس امیر سعی در ورق زدن صفحات آن کتاب کرد و چون صفحات کتاب سخت به هم چسبیده بود و با اشاره انگشت از هم جدا نمیشد، انگشت خود را در دهان برد و با آب دهان انگشت را خیست کرد و صفحه اول و دوم را از هم جدا کرد. باز هم صفحات بعدی به هم چسبیده بود. ملک یونان دوباره همان انگشت را به دهان برد و با رطوبت زبان خود آن را تر نمود و صفحات بعدی را هم که سخت به هم چسبیده بود از هم جدا کرد. چون برای بار سوم انگوش را به دهان برد فریادی کشید و بر زمین افتاد و در دم بمرد. حکیم رویان وقتی ناسپاسی ملکیونان را دید برای نجات جان خود ترفندی زد و حیلهی به کار برد. در آن روزی که به بهانه نوشتن وسیعتنامه در خانه بود، صفحات آن کتاب را به زهری شدید آغشته کرد و آنچنان که گفته شد جان ملک یونان را گرفت. ای ملک جوانبخت، هرگاه درمان شده و شفا یافته ای ناسپاسی کند و رحمت یافته ای بنای بیمرحمتی را گذارد و قصد جان ولی نعمت خود را کند، سزایش همان است که بر ملک یونان رفت. و چون قصه به دینجا رسید و چراغ عمر ملک ناسپاس یونان به خاموشی گرایید سحر از راه رسیده و سلطان را خواب رو بود و شهرزاد باز هم شبی دیگر را بیاسود پایان شب ششم